بنبست احیای برجام مسئولان آژانس بدون مشخص کردن نتیجه گفتگوها تهران را ترک کردند. هیئتی که به نمایندگی از آژانس بین المللی انرژی اتمی که به ایران سفر کرده بود، پس از انجام پارهای گفتگو و رایزنی ها که نتیجه آن هنوز مشخص نشده، روز دوشنبه تهران را ترک کرد. این سفر در حالی انجام شد که ادامه همکاری دو طرف پیشتر در پی صدور قطعنامه شورای حکام علیه تهران و لعو سفر برنامه ریزی شده کارشناسان آژانس از سوی مقامات ایرانی قبل از صدور این قطعنامه عملا تا حدی به بنبست خورده بود. قطعنامه یاد شده در واقع بر اساس پیشنهاد آمریکا و ترویکای اروپایی در شورای حکام مطرح شده و به تصویب رسیده بود. قدرت های غربی با استناد به گزارش آژانس مبنی بر عدم پیشرفت در همکاری با ایران و باقی ماندن اختلافات بر سر سه سایت اعلام نشده که در گذشته آثاری از اورانیوم در آنها کشف شده بود این پیشنهاد را ارائه کرده بودند رویترز روز دوشنبه با انعکاس گزارشی از ایسنا خبرگزاری دانشجویی ایران در خصوص سفر هیئتی به ریاست ماسیمو آپارو معاون پادمانی رافائل گروسی مدیر کل آژانس المللی انرژی اتمی به ایران آورده است که اعضای این هیئت روز دوشنبه بدون آنکه مشخص بشود در مأموریت خود برای برداشتن بنبست موجود در همکاری دو طرف موفق بودند یا خیر تهران را ترک کردند بر اساس گزارش ایسنا، هیت های مذاکره کننده دو طرف در این دور از گفتگوها علاوه بر موضوعات پادمانی در زمینه همکاری ها و برنامه های مشترک آتی نیز بحث و تبادل نظر کردند. باقی ماندن اختلافات بر سر مواد اورانیوم کشف شده در سایت های اعلام نشده، مذاکرات احیای برجام و نجات توافق هست سال 2015 وین را پیش از توقف کامل در پی اعتراض های اخیر در شهرهای ایران به بنبست کشانده بود. این مذاکرات عملا از ماه سپتامبر گذشته به این سو، همزمان با آغاز اعتراض های داخلی در ایران در پی مرگ محسا امینی که تحریم هایی از جانب اروپا و آمریکا را نیز به همراه داشت، به کلی متوقف شده است. قدرت های غربی پیشتر و در حالی که گفتگوها به حصول توافق نزدیک شده بود، نیز جمهوری اسلامی را به طرح خواسته‌های غیرمنطقی متهم و بر لزوم همکاری تهران با آژانس تاکید کرده بودند. از سوی دیگر کمال خزاری رئیس شورای راهبری روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران که از سوی رهبر به این سمت منصوب شده روز دوشنبه طی سخنانی در یک همایش با عنوان مجمع گفتگوی تهران گفت که کشورش آماده بازگشت به تعهدات خود زیل توافق هستهایی سال 2015 است. وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دیگر طرفها نیز به تعهدات خود بازگردند یادآور شده که تنها مسائل پادمانی پیش از توافق بر سر احیای برجام باقی است که امیدوار است با سفر هیئت آژانس به تهران رفت شود به گزارش رویترز ایالات متحده اکتبر گذشته اعلام کرده بود که احیای توافق هسته‌ای در حال حاضر هدف ما نیست زیرا ایران علاقه چندانی نسبت به این موضوع نشان نداده و واشنگتن نیز تمرکز خود را بیشتر بر نحوه حمایت از معترضان ایرانی معطوف کرده است. قطعنامه ای که پیشتر در شورای حکام علیه تهران به تصویب رسید پاسخ و توضیحات فنی موجه از سوی تهران درباره زرات اورانیوم کشف شده در برخی سایت های اعلام نشده ارائه و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی به سایت ها و تجهیزات برای جمع آوری نمونه ها را ضروری و فوری قلمداد کرده بود. ایران پیشتر ادعای کشف ذرات اورانیوم از سایت های اعلام نشده و در پی آن تصویب قطعنامه علیه خود را یک اقدام سیاسی خوانده و در پاسخ 27 دوربین در دسترس آژانس برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای این کشور را خاموش کرده بود. تهران همچنین همواره بر این موضوع تاکید می کند که برنامه هستهایش اهداف سلحامیز داره و رسما برنامه تسلیحاتی خود را متوقف کرده است. این در حالی است که مقامات آمریکایی مدعیاند که فعالیت های قنیسازی اورانیوم در ایران از حدود تعیین شده در توافق هستهای 2015 وین بسیار فراتر رفته و مدت زمان لازم برای تولید مواد شکافت پذیر کافی برای ساخت سلاح ای در این کشور به چند ماه کاهش یافته است.